خودتونو معرفی کن. شمیت هست بکوی چی؟ سیب زمینی. چیپس. چیپس؟ قابلی پلو. آشک قابلی. آی خانو خوشمزه بود. نره این به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما دوستا و همراهان همیشگی نماتیوی. امروز آمدیم به یک مکتب یا به اصطلاح ایرانی ها مدرسه، به یک مدرسه خصوصی آمدیم که تمام شاگرداش و تمام استاداش و حتی مدیر مدرسه و همه عواملشان از هموطنهای خود ما، از اهل افغانستان هستند. البته اینجا دو تایم پسرانه و دخترانه داره، ما امروز به تایم دخترانش آمدیم. مدرسه امام حسن مجتبی علیه السلام یک برنامه ای دارن، یک جشنی دارن در واقع به مناسبت ولادت حضرت علی علیه السلام، و یک جشنواره ای دارن به نام جشنواره قضای افغانستان. در این جشنواره هر کدام از شاگردای این مکتب یک قضای محلی افغانستان یا یک قضایی را آوردن و به نمایش گذاشتن تا دخترها و همکلاسی‌هایشان، همسنفی‌هایشان با این قضاها بیشتر آشنا شدن. بریم همراه ما باشید، قضاها را می‌بینیم و اگر با دانش آموزا و شاگردا شد صحبت‌هایی هم داریم که طرز تهیه قضاهایی را که آوردن می‌شناسم، قضاها را بلد هستن خودشان بپزند یا نه. با ما همراه باشید. حسینی هستم، مدیریت دخترانه امام حسن مجتبی. خب بفرمایید شما سه چندم تا چندم اینجا هستم؟ مجتمع است، از پیش دبستانی تا صنف 11. بعد این جشنواره قضایی که امروز دارین چندم سالشه؟ دهمین سالشه، یعنی هر ساله توی میلاد باشه یا روزای خاصی که بچه ها وقت و فراغت بال داشته باشن حتما ما این جشنواره رو برگزار کنیم. هدف اصلی و این جشنواره اینه که بچه‌ها با غذاهای سنتی خودشون بیگانه نشن. حالا غم مهاجرت یه طرف، اینکه یادشون نره از کجا هستن و به بودنشون کنار همین غذاها یه بو رنگ و بوی خاص میده، اینکه یادشون نمیره کجا. چند نوع غذا میارن معمولا؟ بیشتر غذاهای سنتی میارن، ولی غذاهای آزادم بینشون هست، یعنی منوس نگردیم، ولی هر کی هر چقدر در حد توانش هست. نال خودشون بیشتر بختن یا مادرهاشون؟ چون ما تو روز مادر اعلام میکنیم اکثر خود مامانو، ولی بچه های بزرگتر میپزن، ولی الان نه، این چون ابتدایی ها هستن حتما ماماناشون شرکت کنن. ما جایزه میدیم به مامانا، جایزه میدیم. آره. جایزه یعنی بهترین غذا رو میدیم به مادرهاشون؟ بله. خودتونو معرفی کن. چرا؟ نه. چی آوردین شما غذا؟ هیچی. هیچی نیوردین؟ نه. خسته نباشی. شما چی آوردین؟ من چیز نآوردم. هیچی؟ اینا رو کی آورده پس؟ اینا رو کلاس اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم. شما چندم؟ ما نهم. مثلا نرشد نرسته. کدوم غذاهای افغانستان کدوماشو میشناسید؟ غذاهاشو میشناسید همشون. نام ببینید چند تاشو. میشه شوربا، منتو، آشک، قابولی. کدامشو بلدین درست کنید؟ بلد که همشون هسته. شوربا بلدیم، قابولی بلدیم دیگه. غذاهایی که هم کلاسیتون آورده به نظرتون خودشون پخته یا مادرشون؟ نمیدونم والا، شاید هم خودشون پخته باشن. ان شاء الله بزرگن دیگه. موفق باشین. غذای شما چی بود؟ من بودیم چون با سیب زمینی. خودت درست کردی؟ نه، مامانم درست کرده. خب غذاهای افغانی رو میشناسی اصلا؟ اسمشون رو بلدی؟ یکی دو تاشا. چی؟ یکی بولانی رو میشناسم و آشک میشناسم. کدومش خوشمزه تر؟ آشک خوشمزه. آشک؟ آره. موفق باشی. هانیه رسولی، کلاس هفتم. کلاس هفتم. هفتم.
اهل افغانستانی؟ آره. از کدوم ولایتی؟ سرپل. سرپل. دیدین اصلا افغانستانو؟ بله، از 2 سال اومدیم. خیلی عالی. شما چی پختین؟ ماکارونی. شما که 2 سال جدا اومدین چرا غذای محلی نپختین؟ اصلا وقت نداشتم. امروز امتحان علوم داشتیم نتونستم. غذاهای محلی رو میشه نام ببرین چند تاشو؟ محلی؟ خب تو محل نبودیم، تو شهر زندگی می‌کردیم، بلد نیستم. کلا غذاهای افغانی. بولانی، آشک، منتو، زیاد قابلی. قابلی. ماکارونی رو خودتون پختین یا مادر؟ خودم پختم. چجوری می‌پزین؟ دیگه اینو گرفتم، ریختم توی دیگه پر آب جوش. بعد پخت آوردم بیرون، از صافی ردش کردم، بعد با مخلفاتش قاطیش کردم، بعدم پختم دیگه دمش دادم. خوبه معنا غذای شما؟ آینا شش. موفق باشید. شما غذا آورده بودی؟ بله. چی آورده بودی؟ چیپس. چیپس؟ کی پخته بود؟ مامانم. آفرین. شما چی آورده بودی؟ من غذا آورده بودی؟ چی آورده بودی؟ چی؟ برنج. کدوم غذا بود؟ بیا. شما غذا آورده بودی؟ آره. چی آورده بودی؟ چیپس. چیپس؟ چی؟ آه. چی آورده بودی؟ چیپس. آه. کی پخته بود؟ مامانم. خوشمزه بود؟ آره. سوخاری آوردم با برنج. کی درست کرد؟ مادرم. خب. غذاهای افغانی رو میشناسی؟ آشک، بولانی، بعد دیگه قابلی پلو. کدومشو خیلی دوست داری؟ آشک. آشک؟ بله. درست میکنه مادرتون تو خونه یا نه؟ ماه یه بار، یه سال یه بار. یا درست نمی‌کنه. موفق باشی. شما چی آوردی؟ من؟ آره. من برگر آوردم. خب. خودت درست کردی یا مادرت؟ مادرم. خوشمزه است؟ آره. برگر خوردی اصلا؟ آره. کجا خوردی؟ کابل. کی اومدی از کابل؟ پارسال. پارسال؟ آره. الان اینجا درس اینجا خوبه یا افغانستان خوب بود؟ مکتب و یا؟ هم اونجا خوب بود هم اینجا. کدوم بیشتر دوست داری؟ اینجا بیشتر دوست. چرا؟ خاطر اینجا من به دنیا اومدم. دوست دارم دیگه. از های افغانی رو میشناسی؟ بله. کدوماشون میشناختی این غذاهایی که اینجا بود؟ بعضیاشون آشک، آی خانو، بولانی، بسراغم بود. کدومش خیلی خوشمزه است؟ آشک و بولانی. موفق باشی. ببینم شما چی آوردین؟ باقرین نرمی چی آوردین؟ کوکو. خب کوکویه چیه این؟ سیب زمینی. کی درست کرده؟ مامانم. خودت بلدی میپزیش؟ نه. میدونی محتواش چیه؟ با چی درست میشه؟ زردچوبه، سیب زمینی، آرد، تخم. خب بعد غذای افغانی رو میشناسی؟ افغانی، آشک، منتو، بولانی، قابلی پلو. کدومشو خیلی دوست داری؟ قابلی. ممنون. من زهرا رحیمی هستم، کلاس نهم. کلاس نهم. غذای شما چی بود؟ غذای من اینجا بوسراغ بود. بوسراغ؟ آره. کدوم بیاین؟ خب چجوری پخته میشه؟ خب اول میگیریم آرد و نمک و بیشتر کم، خیلی کم نمک میندازیم چون که بخاطر که یکم برسه، بخاطر این بعد بوره یعنی شکر، اینا رو همه رو اضافه میکنیم. اول به صورت خمیر درست میکنیم، بعد برش داخل روغن میپزیم. اینو خودتون بختن یا مادرتون؟ من با مامانم یه جا. با هم؟ آره. بسیار موفق باشید. غذای شما چی بود؟ غذای من فرنگی. فرنی؟ آره. کجا بود اصلا؟ خودتون درست کردین یا مادرتون؟ مامان. خودت هم بلدی درست کنی؟ آره. چجوری درست میشه فرنی؟ الان بسیار بودی شدم بسته. با چی درست میشه؟ شیر و فتوفه. غذای افغانی کدوماشو میشناسی؟ بولانی، برنج، قابلی، آشک، منتو،
کدومش خیلی دوست داری؟ آشک. آشک؟ ممنون. خوشمزه‌ترین غذا الان کدومه؟ آشک. قابلی. خب آشک خوشمزه است. خوب آشک خوشمزه. دلیلش اینه که هم خورش داره هم ماست داره. هر چی داره. شما؟ حالا تولد من خوردم. شما؟ همشون. کدومش خوشمزه‌تر؟ بولان. قابلی. چرا؟ خب علاقه. که باش غذای شیرینیه واسه هم چی درست میشه به با هویج و کشمش و بده بلد این بپذیم؟ نه آشپزی بلد میشه چی بلد؟ نه هیچ خورما آره اونو بلد خامه تایی بله آقای نیستی غذا؟ نه باید بشه غذا نباشید علامت بشه توفیق اجواری ما داریم تیز میکنیم خوشمزه است؟ این خوشمزه است خانم محمدیان اینم همه رو این بذار تزیینش رو این نذار شما تیز میکنیم از این دیگه نداریم؟ من مهندس حسینی هستم کلاس هفتم. از اهل افغانستان؟ بله. از کدوم ولایت؟ مزار شریف. غذای شما چی بود تو این جشن؟ بولانی. بولانی؟ بله. غذای تهیهشون بلدین خودتون بپزید؟ بله. من خودم درست کردم. آرد، تخم مرغ و نمک، فلفل، تره و گیشنیز. بعد بولانی کچالو هم بلدین؟ بله. گرفتیم سیب زمینی رو آبپز کردیم. و بهش نمک اضافه کردیم، فلفل فرابون اضافه کردیم چون تون باشه خیلی خوشمزه تر میشه. بعد بهش اینا رو اضافه کردیم، بعد یه خوردم سبزی معطر بهش زدیم، بعد داخل قشنگ خمیرمون رو نازک پهن کردیم، بعد داخل یه گوشه سبزی گذاشتیم و قشنگ دورگیری کردیم که بعد داخل روغن خیلی داغ از قبل گذاشتیم و سرخش کردیم. کنار بولانی معمولا چی میخورن؟ کنار بولانی میگیرن چی میخورن؟ من خودم شخصا برای کنار بولانی ماسه موسیر میذارم با چیز سبزی ریحون میذارم کنارش. از شما درد سر شما درد خیلی ممنون خوبی؟ غذای شما چی بود؟ تو خویی چی؟ چی زمین خودت درست کردی مادر؟ کمک کردی باشه یا نه؟ آره. غذاهای افغانی رو میشناسی؟ چی رو میشناسی مثلا اسمشو بگو. چرا؟ بولان آشک. آشک؟ خودتون بلدین درست کنین یا مادرتون درست کردین؟ خودم بلدم مامانم بلد. خب. دیگه چی بلدین؟ غذاهای افغانی رو میشناسین؟ آره. میشه اسم ببرین چند تاشون؟ آشک، بولانی، چلفک، بعدش یکی دیگه شد. قابلی فلا موفق باشید. کوکویی چی؟ سیب زمینی. خب کی درست کردی اینو برات؟ مامانم. خودت هم کمک کردی؟ آره. با چی درست میشه؟ با سیب زمینی، تخم مرغ، به همین مواد شما. خب از آقای افغانی چند تاشو اسم ببر. قابلی. خب آبگوشت. خب آبگوشت چی میگن؟ بخونی شروع. دیگه مصراق، بولانی، آشک، آره. منتو کدومش رو زیاد دوست داری؟ من بولانی. بولانی رو؟ موفق باشی. شما چی بختی؟ آشک. آشک؟ آره.
ما از هر کی پرسیدیم گفت ما ماشک خیلی دوست داریم. شما ماشک دوست داریم؟ آره. دیگه چی دوست داریم از غذاهای افغانی؟ بولانی. خب. نه الان خودتون کمک کردین با مادرتون یا مادرتون تنها بود؟ نه خودم هم کمک کردم. با چی درست میشه ماشک؟ ماشک با سبزی. خب. دیگه خمیره هست که؟ تمام؟ نه خب دیگه چیزا هم داره خب. چقدر طول میکشه؟ سخته پختنش آسونه؟ خب باید آب جوش بذاریم یا دیگه بذاریم جوش بیاد یا الان کار افغانی. داره از آقای افغانی چند تا اسم ببر؟ بولانی، آشک، دیگه غذا فقط؟ آه. خب بسراق میشه هر چیز نمش خیلی خوشمزه است آشک و بولانی. موفق باشی. کدامش به نظرتون تا الان خوشمزه تر بود؟ دو تا از برنجا خیلی خوشمزه بود، یه دن آشک که بردیم دفتر. غذای من خیلی بد. بسراق رحیمی هم خوب بود. خب آره. هدف کلی این جشنواره چیه؟ من به خود بچه‌هام گفتم هدف از این جشنواره غذا این نیست که شما از خونتون غذا بیارید به اجبار، جز انگار که جز وظیفه کاریتون باشه. هدف اینه که اینا یاد بگیرن چون همشون دخترن. ببینید آشپزی خودش یه هنره دیگه. آشپزی یه هنره. اون تو متاسفانه بین ما بد جا افتاده، ولی تاکید ما که هر سال این جشنواره رو می‌ذاریم بیشتر بر اینه که هم بچه‌ها با غذای محلیشون آشنا بشن، هم یاد بگیرن که غذا درست کردن چقدر زحمت داره و هم اینو بفهمن که چه هنر قشنگ و با ارزشیه که اگر یاد بگیرن چقدر به دردشون می‌خوره. اما لازم نیست دکتر مهندس بشه، شاید یکی آشپز خوب بشه. آره. هدف این که فقط بچه‌ها مشارکت بکنن یاد بگیرن، تنوع غذایی را یاد بگیرن و نوعی که چقدر میتونن سریع و با سرعت کاری غذاهای محلی رو بشناسن، غذاهای محلی افغانستان رو بشناسن. حتی خب معمولا الان به نام غذاهای محلی زیاد آورده بودن، خب منتها اون طعم غذای محلی رو بعضیشون نداشت، فقط اسم اون غذای محلی رو داشت. یعنی اون دیگه اون غذای محلی واقعا قابلی را درست کرده باشه، قابلی اگر اون کسی که بلد باشه درست بکنه شما اصلا سیر نمیشی چون که بخوای تست بکنی. منتها بازم فقط هدف اصلی این بود که بچه‌ها مشارکت بکنن، کار گروهی رو یاد بگیرن آشپزی کردن و یاد بگیرن که چقدر زحمت داره و هم قدر ماماناشون بفهمن. درست امروز روز پدر بود ولی خب قدر مامانا رو بفهمن. جایزه بهترین غذا بچیه یک 4-5 تا از بچه‌ها رو ما سعی می‌کنیم که یک وسیله که به درد آشپزخونه یا همون کلا به درد آشپزخونهشون بخوره بهشون بدیم. من چند تا غذا بودن جشن بودن؟ والا امروز دیگه آمار دقیق نداشتیم، هر ساله 80-90 تایی میاد. آره ولی امروز چشمی که من نگاه کردم شاید 80 تایی بود.